خب گر نبودی در جان امکان گفت کی توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز و ارجمندم، بخشی از ارتش روسیه، بخش ارتش آقای ولادیمیر پوتین نقل مکان کرده، رفته به ضلع مدیترانه سوریه، در اونجا مستقر شده، در اونجا فرودگاه میسازن با باندی که قادر به فرود آمدن هواپیماهای قولپیکر روسیه میشود. 1500 بابخانه دارن در اونجا ایجاد میکنن برای کارشناسان روسی. به نظر میرسه که روسها رفتن که در اونجا بمانن. خب در این وسط چیزی که فراموش شده اغلب کشف میدانهای نفت و گاز در حوزه مدیترانه است. یکی کشف منابع عظیم گاز در آبهای ساحلی مصر، همینطور اسرائیل، قبرس، یونان و لبنان. از این که در این زمینه با کارشناس گفتگو کنیم، آقای مهندس شاهین نژاد عزیز. شاهین نژاد در رشته نفت تحصیل کرده و در ایالت تکساس زندگی میکنه، در اونجا کار میکنه با کمپانی های بزرگ نفتی. درود بر شما. درود بر شما جناب مهبودی ارجمند و همیهنان گرامی، هم بینندگان برنامه. امیدوارم حالت شما خوب باشه. سپاسگزارم. خب آقای نژاد عزیز، به رفتن روسها به ضلع مدیترانه سوریه، طرطوس، لازقیه و در حومه دمشق، و این اخباری که اخبار نفت و گازی که میرسه از منطقه، میخوام ببینم که شما چه ارتباطی میبینید. در ضمن به من بفرمایید که میزان این ذخایر از چه دسته و چه میدانیم تا این لحظه درباره منابع عظیم نفت و گاز. حتما با کمال میل. نخست در مورد اون کنش سیاسی یا نظامی که صورت میگیره جناب میبودی، وقتی شما نقشه مدیترانه رو نگاه میکنید، از میان کشورهایی که در اونجا قرار گرفتن، سوریه در حقیقت میشود گفت که تنها و شاید واپسین پایگاه روسیه است در کل منطقه مدیترانه. کشورهای کرانه را نگاه میکنید شما در شرق مدیترانه، مثل اردن، مثل اسرائیل و لبنان، و بعد ترکیه، قبرس، یونان، و اونورتر اسپانیا، ایتالیا، پایین میایید مصر، و به همین ترتیب کل منطقه را که نگاه میکنید، به نظر میاد تنها جایی که رد پایی از روسیه باقی مانده و روسیه درجه نفوذش رو اونجا از دست نداده و هنوز به غرب واگذارش نکرده، سوریه است. از این دیدگاه حضور پررنگ روسیه حتی با نیروی نظامی و مستشار نظامی در سوریه چندان شگفت انگیز نیست. فراموش نکنیم که شیشه عمری که از اروپا در نزد آقای پوتین هست، گاز اروپاست. 60% گاز اروپا توسط روسیه تامین میشه و روسیه با چندین شاهلوله داره این گازو به اروپا میرسونه. مسئله گاز در اروپا مسئله مرگ و زندگی است. اروپا با توجه به فصل سرمای طولانی که داره و با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی در جای قرار گرفته که مسئله گرمایش بسیار مهمه، جدا از اینکه در کنار اون مسئله گاز برای مصرف صنعتی است، برای تولید برق، و اخیراً هم که به مقدار گسترده‌ای برای سوخت اتومبیل‌های گازسوز، می‌بینیم که هر گامی که اروپا می‌خواهد بردارد برای اینکه این وابستگی خودش رو به روسیه کاهش بده، طبیعی است که روسیه هم گام‌هایی برمی‌دارد که همچنان این شیشه عمر روسیه رو، شیشه عمر اروپا رو در دستان خودش نگه داره. از جمله از سال 2009 که اعلام شد میادین گازی در شرق مدیترانه پیدا شده، و بعد در 2010 کشفیات جدیدتری بود، و همچنین تا همین اواخر در 2015 هم صحبت از کشف میادین گازی بسیار قابل اعتنایی به میان آمد و گزارش ها بیرون آمد توسط شرکتی مثل شرکت نوبل انرژی که امریکایی است، شرکت انی که شرکت نفت ایتالیاست، و همچنین شرکت های دیگر رقیب، شل مثلا به طور مشخص.
کار به جایی رسید که طبیعتا روسیه حس میکرد باید حضور داشته باشه در اینجا و اگر قرار است که از این منطقه گازی به اروپا عرضه بشه که وابستگی اروپا رو به گاز روسیه کاهش بده، خود روسیه هم باید در اونجا باشد. میادینی که کشف شده اونجا آقای میبودی به طور مشخص از نظر اندازه، چه اونهایی که در آبهای مصر قرار گرفتن، چه اونهایی که در آبهای اسرائیلن، چه اونهایی که در ناحیه مشترک اقتصادی هن، یعنی بیرون از آبهایی هستن که تریتوری یا حاکمیت ملی فرض کنه اسرائیل یا مصر یا قبرس بر اونها اعمال میشه، بیرون از یک حدی که بستگی داره طبق قوانین 12 میل دریایی یا 24 میل دریایی از کرانه خواهد بود خط ساحلی، حتی تو اون ناحیه که قرار کارهای مشترک اقتصادی انجام بشه، اکونومیک زونی است که بین کشورهای همسایه در حقیقت باید به صورت موشا پروژه انجام بشه، میبینیم که در مورد اینها هم ارقامی که داره در میاد پروژه ها خیلی جذاب کرده. صحبت از 30 تریلیون فوت مکعب گاز در یک میدانه، صحبت از 15 تا در میدان دیگه است، صحبت از کوچکترینشون فرض کنید چیزی دوربر 8 تریلیون فوت مکعب گازه. فراموش نکنیم که این منطقه منطقه بسیار بسیار مناسبی است برای عرضه انرژی به اروپای صنعتی، چون بسیار کوتاه با یه خط لوله نسبتاً ارزان می شود به شبکه سراسری خطوط لوله در اروپا پیوند زد و بعد این گاز تولیدی رو به دست کشورهای صنعتی بزرگ مثل آلمان و فرانسه رساند و خب بقیه کشورهای اروپایی. در نتیجه نباید نگاهی که به میزان حجم گاز در این منطقه داریم، منطقه شرق مدیترانه، مثل نگاهمون به میادین گازی ایران یا عربستان سعودی باشه. ما در ایران در حال حاضر که من با شما گفتگو میکنم در سال 2015 حتی یک سنت درآمد از صدور گاز نداریم. گاز ایران، کشوری که همراه با روسیه بزرگترین منابع گازی جهان رو در اختیار داره و بزرگترین ذخیره گازی جهان در اختیار داره، اکنون درآمدش برای کشور ما حتی یک دلار هم در سال نیست. ما اوج هنرمون این بوده است که این گاز رو به بخشایی دادیم در درون کشور و صرف مصرف داخلی شده که اون هم خوبه، اما در بازار گاز سهم ایران صفره. در نتیجه فارغ از این که ما 10 تریلیون فوت مکعب گاز در یک مخزنمون داشته باشیم یا 100 تا یا 1 رقم خیلی فرق نمیکنه، این گاز فعلا اونجا میمونه و برای ما ایجاد درآمد نمیکنه و به شکوفایی اقتصادی کشور کمکی نمیکنه. اما در شرق مدیترانه میزان گاز هر چقدر باشد، درآمد تقریبا بلا درنگ و بلا فاصله برای کشور صاحب منابع ایجاد میکنه. مطلبی که پیش آمده آقای نجات، ببخشید یه سوال دارم، همین فاصله میتونستم فراموش کنم. از منابعی که کشف شده در مصر به عنوان منابع قولاسا و پهناور یاد شده، میخوام ببینم که خب وقتی میگن قولاسا از دید به اصطلاح یک کارشناس یعنی چی؟ آقای میبودی اینگونه خدمتتون بگم، در مصر که اخیراً میدان کشف شد که به نام ظهر یا همون نیمروز خودمون نامگذاری شده، ظهر واژه عربی است، برآوردی که شده 30 تا 35 تریلیون فوت مکعب گازه. برای اینکه یه ایده بدم به در حقیقت بینندگان که بدونن این مقدار گاز چه کار میتواند بکند، این مقدار گاز میتواند چیزی حدود 300 میلیارد دلار، 300 بیلیون دلار درآمد ظرف حدود 20 سال برای کشور دارندش ایجاد کنه. یعنی مصر. یعنی مصر. بله. جالبه. برای سرمایه گذاری انجام بشه جناب میبودی، از محل فروش این گاز ظرف 20 سال چیزی بوده 300 میلیارد دلار برمیگرده به اقتصاد اون کشور و اون شرکتی که این سرمایه گذاری کرده. در نتیجه میدونید که یه همچین رقمی نه تنها برای اقتصاد مصر که اقتصاد پر جمعیت ولی ناتوانی است، بلکه برای کشوری مثل اسرائیل هم که در اونجا زینفه
و اسرائیل هم موفق شده میادین گازی بزرگی رو کشف کنه که تقریبا حالا اندکی کمتر ولی تو همین تراز اندازه است از نظر ثروت، میتواند اقتصاد اینها رو دگرگون کنه. ظرف 20 سال 300 میلیارد دلار برای کشوری با جمعیت 4 5 میلیون مثل اسرائیل یک رقم سرسام‌آوره. حتی برای مصر 100 میلیونی هم بسیار بسیار راهگشاست. فراموش نکنیم کل وابستگی ارتش مصر به امریکا تا پیش از اینکه آقای السیسی بیاد 2 میلیارد دلار کمک بلاعوض در سال بوده و شما میبینید 300 میلیارد ظرف 20 سال یعنی 15 میلیارد دلار در هر سال، که البته سالهای اول خیلی بیشتر خواهد بود چون تولید بالاتره، خیلی میتواند اقتصاد رو دگرگون کنه. از این روز که قبرس، اسرائیل و تا حدی هم یونان مشارکت هایی داشتن و دو به دو به توافقاتی رسیدن، به ویژه قبرس و اسرائیل که این وسط خیلی زینفن. مصر به تازگی کشفیات بزرگ درش انجام شده در آبهای مصر، از این نظر احتمالا تا چند ماه دیگر خبرهای بیرون خواهد اومد. اما توافقی که اسرائیل و قبرس کردن بر سر توسعه مشترک این میادین گازی که در دوتا کشور میتواند یک انفجار اقتصادی از نظر شکوفایی و رشد ایجاد بکنه با توجه به جمعیت کم و وسعت کمشون، باعث شده که ترکیه که در این وسط سر خودشو بیکلاه میدونه و البته اگر نقشه رو نگاه کنیم، اگر کارگردان ارجمند برنامه گاهگاهی نقشه ها رو نشون بده، متوجه میشویم که اسرائیل واقعا در آبهایی که این کشفیات صورت گرفته نقشی نداره. کشور ترکیه نقشی نداره و دور از اونها قرار گرفته، ولی میخواهد از این کیک یه تیکه هم سهم اون باشه. از این نظر تهدیدات یا متوجه قبرس و تا حدی یونان کرده بود و برای نخستین بار چندی پیش روسیه به طور بسیار آشکار تهدید ترکیه رو با تهدید پاسخ داده بود. یعنی برای نخستین بار روسیه میاد در کنار کشوری مثل قبرس قرار میگیره برای اینکه به بزرگترین نیروی زمینی ناتو در اروپا این ترکیه بگوید که اینجا جای مانور شما نیست. به هر حال این منابع انرژی فراموش نکنیم هم برای صادر کنندش ارزشمنده، چون همچنان که ارقامو گفتم میتواند اقتصاد رو دگرگون کنه در این کشورها، کشورهای مثل اسرائیل و مصر و قبرس و البته یونان، به ویژه یونانی که تا گردن تو بدهیای سنگین فرو رفته، امیدواره از این منابع بتواند بدهیاشو پرداخت کنه. اگر بتواند جلب اعتماد بکند که شرکت‌های غربی برن اونجا سرمایه‌گذاری بکنن، چون کشوری است ورشکست. بنابراین برای این کشورها بسیار ارزشمنده، برای کشور خریدار هم بسیار ارزشمنده. فراموش نکنیم که گاز و نفت وقتی با ارزش گرمایی برابر سنجیده بشن، ارزش انرژی برابر سنجیده بشن، گاز بسیار ارزان‌تره و طبیعی است که آلمان یا فرانسه یا ایتالیا که گاز وارد میکنن ترجیح میدن که این گاز رو به نیروگاه ببرن یا این گاز رو صرف روشنایی یا گرمایش بکنن و یا حتی درون خودروها بریزند و مصرف کنند. در نتیجه یک بازی دو سر برده که به نظر میاد در این بازی ترکیه سرش بیکلا میمونه، دست کم تا الان مونده و اگر اختلالی قرار بشه ایجاد بشه در اونجا خواهد بود. این نکته هم اضافه بکنم جناب میبودی، بعد اگر پرسشی داشتید من در خدمتم، و اون این است که در امریکا که کانادا در همسایگیش در شمالش بزرگترین منابع نفتی جهان رو در اختیار داره، که البته این منابع نفتی غیر متعارف یا آنکانونشنال هستن و تولیدشون بسیار گرون تموم میشه، یعنی شاید توی قیمت نفت 140-50 دلار کاملا به صرفه باشه که از اون میادین تولید صورت بگیره. علت این که این تولید رو بالا نمیبرن و سرمایه گذاری نمیکنن به طور مشخص این است که با قیمت نفت 60-40 دلار که هیچی، با قیمت نفت 80 دلار و 90 دلار هم گرفتاری دارن. در نتیجه مسئله امنیت عرضه و امنیت تقاضا یه چیزه که به جای خودش بسیار مهمه، اما مسئله قیمت تمام شده انرژی حرف اول رو میزنه. در این زمینه خاورمیانه پایین‌ترین قیمت تمام شده انرژی رو داره، ولی یک مشکلی که داره مسئله ریسک
به خاطر شرایط خاصی که خاورمیانه داره، دوم ارسال اون انرژی تولید شده به بازار مصرف که نزدیکترینش اروپاست و بعد آسیای شرقی پرهزینه است، در حالی که در مدیترانه حیات خلوت اروپاست و با سرمایه گذاری نسبتا پایینی شما بلافاصله تو بازاری هستی که مشتری دوست داره از شما گاز رو بخره، آقای قبرس، آقای اسرائیل، آقای یونان، تا برود و از روسیه اینو خریداری کنه. جالبه. در مورد مصر، حالا علاوه بر این 300 میلیاردی که امیدوارم اینا بهره گیری کنن در 20 سال تی دو دهه، خب این حفر کانال سوئز دوم که پروژه رویایی مصر نامگذاری شده بود، تی یک سال کانال سوئز دوم رو هم همین آقای جنرال السیسی و ارتش مصر احداث کردن و امروز سرگرم بهره برداری ازش هستن. درآمد 4 تا 5 میلیاردی مصر از راه دریافت عوارض عبور کشتی ها به 13 میلیارد خواهد رسید در 10 سال آینده. یعنی این رو هم باید منظور کرد. این هم به نظرم اتفاق خیلی مهمی بود در زندگی خود مصری ها. اما آقای نجات، در گذشته ارتباط مستقیمی وجود داشت بین قیمت نفت و بحران های منطقی. هر وقت بحرانی در کشورهای نفتخیز و در کل خاورمیانه رخ میداد، بلافاصله روی قیمت نفت در سطح جهان اثر گذار میشد، باهای نفت بالا میکشید. اما تمام خاورمیانه در آتش میسوزه و قیمت نفت رو به کاستیس، رو به کاهشه. به نظر میرسه که نفت ارتباط خودش رو با بحرانهای خاورمیانه از دست داده. چرا؟ اشاره بسیار درستی بود جناب میبودی. جنگ های 6 روزه عرب و اسرائیل یه شوک نفتی بزرگ بود. شوک دوم نفتی پدید آمد در هنگام انقلاب اسلامی در ایران 1978-79 و طبیعتا قیمت رو دچار شوک های بسیار شدیدی کرد که ازش اصلا نام برده شد به عنوان شوک نفتی. مسائل گروگانگیری در ایران، گروگانگیری سفارت امریکا این را تشدید کرد. بنابراین توقع همه به درستی این است که وقتی بحران سیاسی، به ویژه بحران سیاسی که همراه با عملیات گسترده نظامی است در کشوری نفخیز مثل عراق صورت میگیره، به صورت مشخص صحبت از داعش میکنیم که رو سوریه هم اثر میذاره و به نوعی عربستان رو هم وارد این بازی میکنه و ایران رو هم وارد بازی میکنه و بعد حمله عربستان به یمن در گوشه در حقیقت همسایگی خودش که بسیار به منابع نفتی عربستان نزدیکه، اگر که چریکای یمن بتوانن به درون عربستان نفوذ کنن به اون مرزهای گسترده، میتوانن شرق عربستان رو و جنوب شرقیش که بزرگترین منابع نفتیش هم اونجا بوده اینها رو کاملا دچار اختلال کنن. ولی آن چیزی که تو این دو سه سال گذشته ما دیدیم، همچنان که فرمودید، ابدا همچین حرکتی رو نمیبینیم. به نظر میاد که یک قانون نانوشته ای هست، یک توافق شاید پشت پرده ای هست بین همه کسانی که توی این جریانات وارد میشن از طرفین دعوا، چون ما دو سوی دعوا نداریم، منطقه خاورمیانه و الان خاور نزدیکم بره به نزدیکی به زودی ممکنه شاهد این مسائل باشه، دعواهای چند سویه است و به نظر میاد در این دعواهای چند سویه این قاعده بازی از سوی همه داره رعایت میشه که یک گلوله توپ یا یک موشک یا یک خمپاره به سوی یک چاه نفتی یا اسکله صدور نفت یا یک پالایشگاه پرتاب نشه. فراموش نکنیم موقعی که داعش موصل رو گرفت و به منابع نفتی موصل و پالایشگاه موصل چیرگی پیدا کرد، یک دونه پیچ و مهره اونجا تخریب نشد، نه از سوی دفاع کنندگان از اونجا نه از سوی مهاجمین. من فکر میکنم با توجه به روحیه‌ای که مردم اون منطقه دارن در مورد تخریب و ویرانگری وقتی به جای میرسند و هیجاناتی که اینجور مواقع بهشون دست میده، اونم داعشی که نشون داد با انسانها چه میکنه، خیلی عجیب بود که با لوله ها و دستگاه این کارو نکنه، مگر اینکه دستور اکید از فرماندهی بود که اینها نباید آسیب ببینه.
و پیش بینی من این است اگر روزی هم داعش شکست بخوره و قرار بشه عقب نشینی کنه از این مواضع، فکر میکنم اون تشکیلات رو همون گونه میگذره و میره. این تفاوت بزرگی سای میبودی همچنان که گفتید با آنچه که ما در دهه 60 و 70 میلادی میدیدیم، حتی تا دهه 80 میلادی. اما علت این که من فکر میکنم یه همچین قانون نانوشته ای رو ما حس میکنیم که وجود داره این است که الان هم چین، هم روسیه، هم غرب، امریکا، ژاپن، به طور مشخص اتحادیه اروپا، همه گرفتار این مسئله انرژی هستند. و چون معمولا هر کدوم از طرفین دعوا در منطقه یک یا دو تا از این کشورها رو به عنوان پشتیبان خودش داره، حالا چه آشکار مثل سوریه، چه نهان مثل داعش، طبیعی است که این دیکته میشه از سوی بزرگانی که بازی ها رو از بیرون هدایت میکنن یا اگر هدایت نمیکنن دست کم کنترل میکنن، این است که منابع نفتی نباید آسیب ببینه. چون همچنان که فرمودید آقای میبودی، فقط مسئله عرضه و تقاضا نیست، اگر فقط یه گلوله شلیک بشه به سوی مثلا منطقه بصره در عراق که بزرگتر منطقه نفخیز عراقه، فقط اثر روحی روانیش کافی است که بازار نفت رو متزلزل کنه و قیمت بزنه دست کم برای کوتاه مدت بالا. این رو هم من فکر میکنم نشانه است که هممیهنانی که پیگیر مسائل هستن در تحلیلاتشون، در آنالیزشون همیشه لحاظ کنن که یک مسائلی هم هست که به نظر میاد کنترل فرد بزرگتری در بالا سر قضیه هست، وگرنه سنگ روی سنگ توی این منطقه قاعدتا نباید بند میشد. با توجه به اینکه فواصل کمه و امکان تخریب هم بسیار زیاده، به ویژه اینکه میدونیم ماشینهای و دستگاه تروریستی هم در همه جا فعالن، از همه سو همه جا نیرو دارن، به ویژه کشوری مثل عراق که در حقیقت آشیانه است، لانه است برای تمام سازمان های جاسوسی، سازمان های امنیتی، سازمان های تروریستی، که در این من فکر کنم کسی شک و گمانی نداره. خب امیرم داری گفتگو میکنم با آقای شاهین نژاد عزیز، بنده شاهین نژاد، ایشون در رشته نفت تحصیل کردن، بحثمون درباره ضلع مدیترانه خاورمیانه بود و کشف منابع عظیم فسیلی. خب تا به حال ما در این کفه از خاورمیانه، قسمت شرقی، صاحب نفت بودیم، سرزمین های مثل عراق، ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس روی هم رفته، حالا در اون سو هم ناگهان منابع جدیدی کشف، یعنی تو این کفه خالی ناگهان ما داریم وزنه سنگینی رو مشاهده میکنیم که خود این به معنای به هم ریختن صورت مسئله در خاورمیانه و به هم ریختن معادله قدرته. آقای پوتین هم نرفته اونجا که برگرده، برای بشار اسد هم قاضیتا نرفته، در دقیقه 90 هم وارد بازی شد و به نظر می رسه روس‌ها برنامه دیگری دارن، به هر حال میخوان در اون ضلع حضور داشته باشن. برای نخستین بار روس‌ها با توجه به بحران رهبری که در دنیا وجود داره، بحران رهبری، روس‌ها موفق شدن که از این خلا بهره گیری بکنن و بلافاصله بخشی از قدرت خودشون رو به اون منطقه انتقال بدن. حالا سوال اینه که آقای نژاد، به این ترتیب ارزش راهبردی ایران هم رو به کاهشه. با این توصیفاتی که شما از صنایع گاز ایران به دست دادید و هم حالا کاهش یافتن قیمت نفت، تازه امروز برخی از کارشناسان گفتن ممکنه تا 100 سال آینده ایجا قیمت نفت به 100 دلار نرسه. البته به نظر مبالغ‌آمیز میاد، ولی این حرف خودش باز نشان دهنده اینه که چقدر وضعیت دنیا به هم ریخته. آقای نژاد بفرمایید. اینکه اهمیت راهبردی ایران کاهش پیدا بکنه، من فکر کنم آقای میبودی در این شکی نیست. هم اهمیت راهبردی ایران، هم عربستان سعودی، هم عراق طبیعتاً اگه به صفر نخواهد رسید، ولی کاهش پیدا خواهد کرد، برای اینکه وابستگی انرژی جهان به این کشورها کمتر میشه و برنامه‌ای هم در این مورد هست. یعنی اینها تصادف نیست، اینها رخدادهایی است که پشتش طرح و برنامه هست. از سوی دیگه هایی میبودیم، مطلبی که هست این است که ما داریم وارد فاز دیگری از زیست در جهان میشیم که من فکر میکنم که به مسئله انرژی هم بی ربط نیست.
ببینید سیر مهاجرت در جهان، مهاجرت چه بین کشورهایی که به صورت مهاجر پذیر مهاجر گرفتن، مثل استرالیا، مثل کانادا، که شما الان اگر در ونکوور باشید بیشتر ونکوور رو شبیه شانگهای میبینید تا شبیه یک شهر امریکای شمالی، یا در سیدنی که تقریبا برابری جمعیت شرق آسیایی به ویژه چینی رو شما با جمعیت ساکسون میبینید. بحث نژادی نیست، بحث این نیست که چی به پشت سر این قضیه است. شما در اروپا الان دارید مهاجرتی میبینید که این مهاجرت حتی اگر ناخواستن باشه به خاطر جنایات داعش، به خاطر فشارهایی که به این بیچاره‌ها در سوریه و عراق اومده، حتی بخشی از کردهای ترکیه قربان این جریانات هستن، کلن دارد میرود که چهره اروپا رو بیشتر و بیشتر عوض کنه. اگر شما 40 سال پیش 30 سال پیش یه خانومی رو با روبنده در لندن میدیدی، احتمالا یه خبرنگار داشت عکس میگرفت و اینو صفحه اول یه نشریه چاپ میکرد. الان خانم روبنده دار در لندن بسیار عادی است. اینجا ما همینجور در لس آنجلس خیلی عادی شده، نیدم کسی با نگاه حیرت بعد دیگه باسه مردم آمد. میدونی چرا دلیلشه؟ خود امریکایی ها متوجه شدن حضور اینها به معنای انتقال ثروته. این خیلی جالبه، حضور اینها به معنای انتقال ثروت، از این بابت دارن خوشحال میشن. و بعد این نقل و انتقال جمعیتی که بنا گفته آقای ویکتور اورمان نخست وزیر مجارستان، به مرز 100 میلیون نفر خواهد رسید. یعنی 100 میلیون نفر آدمی که قرار خاورمیانه رو ترک بکنن و به کشورهای اروپایی کوچ بکنن. و امروز میدونیم که در بسیاری از کشورهای خلیج فارس اروپایی هستن که زندگی میکنن. این نقل و انتقال عجیب. البته اروپا فقط زغال سنگ داره، ولی در خاورمیانه هر چی دلتون بخواد یافت میشه. پر از منابع فسیلی. از شمال آفریقا اون سو بگیرید تا این سو، حالا به کشف منابع جدید در خود افغانستان. بله ببخشید آقای نژاد عزیز، به من بفرمایید، برسیم به خود آمریکا. اگر آمریکا و کانادا دور خودشون سیم خاردار بکشن، ارتباطشون رو با جهان از نظر انرژی قطع بکنن، واقعا قادر هستن که خودشون برای مثلا چندین صده تامین بکنن از نظر انرژی؟ از نظر ارقام و اعداد بله آقای میبودی، امریکا و کانادا با همدیگه میتوانند برای بیش از یک صده خودشون از نظر انرژی خودکفا باشن، منتها این بسیار مهمه، نه در قیمت انرژی 40 دلار. اگر که الان شما شرکت شوران، شل، اگزان، شرکت نفتی بگویید که بیایید و بروید در کانادا و منابع ایالت آلبرتا رو که خودش یک دریای عظیم است، اینو به تولید برسونی، میگویند که زیانش رو کی میده، چون باید برون نفت تولید کنن که 80 دلار 90 دلار هزینه داره و قیمت نفت 40 دلاره. بنابراین از نظر وجود منابع پاسخ بله هست. از نظر اینکه آیا این کار خواهد شد با قیمت کنونی نفت، مطلقا همچین چیزی عملی نیست. یعنی صرف نمیکنه. بله نمیشه اصلا، عملی صرف نمیکنه. آقای نژاد خیلی تشکر میکنم از حضور شما. بحث جالبی هم میانه با آقای نژاد، بحث رو دنبال میکنیم، منابع نه سرنوشت ملت ها، این نقل و انتقالات جمعیتی در سطح جهان از منطقه خاورمیانه 100 میلیون خیلیه، به کل چهره اروپا رو تغییر میده، به کل چهره اروپا رو تغییر. و جالبه که بر پایه محاسباتی که شده اولین کشور اروپایی که شمار مسلمانانش بیش از مسیحا خواهد شد اتریش، چون مملکتی کم جمعیته ولی دارای مهاجران فوق العاده، مهاجران زیاد بیشماری از کشورهای خاورمیانه است. خدا نگهدار شما، تشکر از شما. سپاسگزارم جان میبدید، درود باشه. خب سپر عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه رو به خوبی هدایت کردی. همینان ارجمندم اگه پرسش هایی دارید از کارشناسانی که در برنامه شرکت میکنن، خواهش میکنم اینها رو با فیسبوک، با من نه، با فیسبوک تلویزیون ایران همراه در میان بگذارید. سریع ترین راهه. با کمال میل پرسش های شما رو با دوستان ارجمند در رشته های مختلف، میخواد زیست شناسی باشه، منابع زیرزمینی باشه، نمیدونم مربوط مسائل مربوط انقلاب باشه، فضا باشه، هوا باشه،
تا دیدار دیگر، گفتگویی دیگر، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باشی.